ولی تلاش هنرپیشه و تهیه کننده فلم برای بحث بیشتر اینجا با ماستن آقای تلاش بسیار زیاد خوش آمدین تشکر. در آغاز می از شما پرسان کنم که فیلم خارجی میان و در افغانستان فلم می سازند و ای بر بار اول نیست چندین بار از فیلم هایی که در داخل افغانستان ساخته شده یعنی در جشنواره های جهانی فیلم ها راه یافته و نامزد شدن این بیانگری چی است؟ نخست سلام عرض میکنم به شما و با مخاطبین برنامه شما هر از گاهی که کشورهای خارجی یا فیلم سازان خارجی علاقه گرفتند که در رابطه فلم همیش با قضای افغانستان فیلم بسازن همیشه مراجع کردن به وزارت خارجه افغانستان و از اونجا به وزارت اطلاعات فرهنگ و آمدن به افغان فیلم که یکان مرجی که مادر از افغان فیلم و دولتی است که تانسته در او راستا فیلم سازان خارجی را کمک بکنه که از جمله در فضای جدید بعد از اینکه طالبان سقوط کردن و آقای کارزاری روی کار آمد یعنی چندین برنامه فیلمی که خارجی ها ساختن از جمله کسایی که با اونها همکاری داشتن یکی اما شخصا که مد حضور شما قرار دارم که دوستای فرانسوی بودن و آخرین فیلمی که داشتیم با یک تعداد از فیلمسازان کشور دوست چین بود که به نام سیمرغ آتشی یک فیلم داشتن و کانادایی ها هم اومدن که فیلم پسران بسکش با هم داشتیم فیلم خاق خاک خاکستر فیلم I Love Peace ها بودن فیلم ستاره سرباز فیلم بچه کابولی و, و چندین فیلم های دیگه بود که اینا به مجاوز دولت افغانستان تانستن که فیلم های خوده چه در کابل و چه در خارج از کابل بسازند یعنی آقای تلاش این که... نشان رکه... میته موارد را که شما اشاره بلی. کردین به این تازگی مثلا یک فیلم بنام یک جنگ نامزده جایزه اسکار شد و فیلمی که شما اشاره کردین پسران بوسکاش که این هم خیلی خوب درخشید بله. یعنی این نشان میته که سوژه های بسیار خوب و موضوعات بسیار اساس در داخل افغانستان است که میتونه توجه جامعه جهانی را در قسمت فیلم جلب بکنه پرسش اینجاست که چرا حکومت افغانستان و بخش افغان فلم امی کنترل و ساختن فلم خودشان در اختیار نمیگیرند تا اینکه که ای فلم بالاخره به نام افغانستان تمام شد و امو امتیازاتش بیایه به هنر پیشه های خود افغانستان از این فیلم که فعلا یاد شد اصلا ما در نیستیم افغان فیلم بیخی در نیست و هر کاری که شده یعنی از چشم افغان فیلم یا از رسمیات افغان فیلم یا وزارت داد این بدور ساخته شده که قطعا ما از اطلاع نداریم و در نیستیم اولین بار از میشنیم که چون این فیلم میره کاندید با جایزه برلین میشه که ما هم به می نسبت شاید اعتراض رسمی هم بکنیم که چرا مثلا این فیلم از دید مسئولین افغانستان بدور ساخته میشه و میره به نام افغانستان میره در جایزه هایی که در جشنواره های معتبر بین المللی باشه و میره از نام افغانستان اشتراک میکنه ما قطعا در جریان نیستیم خب آقای تلاش اگر بیایم سر خود وضعیت فیلم در افغانستان اما شکلی که پیشتر اشاره کردم به خاطر از اینکه امتیازاتش به برای هنرپیشه های داخل افغانستان یعنی همین ظرفیت و همین توانایی فکر میکنین در خود افغان فیلم در داخل کشور وجود داره تا یکی امی سوژه ها را به تصویر بکشن و بالاخره توانایی ازیره داشته باشه که در جشنواره های جهانی نامزد شود به شک او ظرفیت ها وجود داره و این ظرفیت ها را میتونه که با یک رهبری درست و با یک مدیریت درست که البته مدیریت فرهنگی به دست دولت است و دولت افغانستان میتونه که فرهنگ رهبری کنه و برنامه ریزی بکنه و از جمله فلم و سینما را میتونه که رهبری بکنه و ادایت بته و برای ساخت چنین فیلم هایی که بتونه بر جشنواره ها بره و جشنواره ها عبور کنه و ما نمونه ها و مثال شما مثلا آقای برمک امروز دمیان ما نیست و فیلم اسامه و فیلم جنگ تریاک بدون شک از جمله فیلم که شما لطف کردین که رفتن به جشنواره ها و تانستن که از اون جشنواره عبور بکنن و تا گلدن گلوب و دیگه در روم رفت جایزه قیصر روم گرفت و بدون شک ظرفیت ها در فتا افغانستان موجود است منتها افغانستان بخواهد دل بسوزانه و سینما را بتونه منش یک رسانه ارزشمند با اهمیت قبول بکنن حال ما سوال اینجا است که آیا دولت ما سینما را هنر یا منش صنعت قبول میکنه قبول کرده یا نه هر ازگاهی هم از زمانی که سینما در افغانستان به فعالیت آغاز کرده است نیم قرن میگذره متاسفانه معنوس احساس مایی است باور مایی است که هنوز هم نتانسته که نهادی نشوه و هر از دستخوش سیاست های متلاطم دولت های وقت شده یعنی با ایجاد حکومت وحدت ملی یعنی فکر میکنین که مو مشکلاتی که در گذشته ها وجود داشت شک... قسم که شما برش اشاره کردین یعنی حکومت فعلی حکومت وحدت ملی آیا سینما را به عنوان یک صنعت یا هنر پذیرفته و در قسمت همکاری های مالی میکنه؟ هنوز ما مشک داریم به این اما طریق که من میخوانی خاطره با شما بگیم که خاطره همه باید پشنوان همون طریق آقای جناب خورم وزیر اطلاعات فرهنگ بودن یک روز با جمعی از دوستا در حضورشان بودیم گب روی این مسئله فرهنگ و سینما یاد شد آقای خورم یاد کردن گفتن که زمان که استراتیجی پیشرفت و ترقی افغانستان و انکشاف افغانستان کشورهای کمک کننده با ما دستور دادن به افغانستان دستور دادن که بسازین از صدها بر که ساخته شده بود به اون منظور در سهای مختلف وقتی که برای سپرده سپرده بودن، اونا از مجموعه خودشان یک کمیسیون تا کرده کده بودن. و از جمله برکا دو برک کشیده بودن. وقتی که این تدوین کده بودن، برای از اینا ها گذاشته بودن که اینو شما ببینین که ما استراتژی انکشاف ملی افغانستان رو ساختیم برای درازمدت مدت. وقتی که میبینن که کلمه فرهنگ هیچ وجود نداره. برای فرهنگ اصلا دو برنامه جای نبوده. وقتی که آقای از کرد صحبت تقریبا می و طرف پایان ما داشت بالا کردم گفت که شما می چیزی بگوین بله ما گفتم ما معرفی کردم خدا برش ما گفتم که شما با چه در موردش تصمیم گرفتین جناب وزیر صاحب گفت که ما هم اول داریم که باید یک برای فرهنگ در نظر بگیریم برای شما بزار ما گفتم وقتی که در متن وجود نداشته باشه طبعا زمینی است اول کوشای شما حتما زمینی است گفت چاره نداشه مجبور هستیم که زمینی باید کوشی بکنیم که بتونیم برای فرهنگ جایگاهی پیدا کنیم با اون اساس ما وقتی که بر فرهنگ در برنامه استراتژی ملی افغانستان جای وجود نداشته باشه طبیعتا احساس میشه که فرهنگ دیگه باید جایشه بگیره ما احساس مایی است که حکومت وحدت ملی هم که به خوبی سینما را میدانن به خوبی فرهنگ را میدانن ما تقاضی ما است که در سیزده سال گذشته که به این مسائل بتوجهی شد و به این مسائل مهم پرداخته نشد ما امیدوار هستیم که رهبران حکومت وحدت ملی هم که هنوز فرصت هست و سینما را باید دست کم نگیرن و با سینما باید ارزش قائل شوند و ارزش مندی این رسانه را مثل کشورهای دیگه باید بدانن این را باید دستش بگیرن و این را ظرفیت باید بفامن که با سینما هر کار ممکنه که بخوای کار ممکن صورت میگیره و کارهای ناممکن سینما ممکن میسازه و کارهای ناممکن ممکن و ممکن ناممکن میسازه ما میبینیم که در کشورهای امسایی ما دور نمیریم کشور ایران ما در یک فیلم دعوت کرده بودن رفته بودیم اونجا تقریبا سال 90 بود دو ماه بعد روز مده ما اونجا ماندم ما از اون کسایی که با هم بازی بودیم و با گروه فنی و تکنیکی و کارگردانش گفت که دولت ایران برای ما سبسید میده ما مثلا یک برنامه فیلم داریم میخوایم بسازیم پیشکش میکنیم برای دولت که ما به طور مثال داریم پیسه از خود ما فرض کنیم از این فیلم ما میشه 50 میلیون تومان ما داریم برش 40 میلیون تومان اما ده میلیون تومان دیگه گفت دولت بر ما سبسید قبول میشه در حالی که در افغانستان به هیچ صورت بر سینما جایگاه نیست امروز کسایی که در سینما دستان در کار بودن امروز آیستا آیستا بیاس و ناامیدی تبدیل شده سینما به یک انزوا کشانیده شده و داره که آیستا آیستا مردمی که به سینما دستان در کار بودن میرن به کارهای غیر سینمایی میپردازن به خاطر بدستاوردن یک لقمه نان در کنار ازی یک نگرانی که پیش مردم و شهروندان افغانستان وجود داره که چرا افغان فلم یک طرح مشخص یا یک استراتژی را نمیسازه که به اساس او کسایی که در داخل افغانستان میخواین فلم بسازن بیان و فلم بسازن انتقاد شهروندان می است که یک تعداد میاین ساز، یک می به نام فلمساز یک چیزایی را میسازن و به با بازار عرضه میکنن و کسایی که از بیرون افغانستان وقت داخل می طبعا اونا میرن به مو کست فروشی ها و سیدی فروشی ها بخاطر ازی که بدانن که بالاخره در افغانستان چی به نام فلم ساخته میشه بعد مو سیدی ها را نمایش قرار میتن و اونا را میبینن و از اونجا ارزیابی میکنن که کیفیت و چگونگی فلمسازی سازی در کشور چقدر است چرا این یعنی مانع فعالیت چنین افراد عملا در افغانستان گرفته نمیشه بدون شک ما با شما امنادار و امقیده هستم که قانون رسانه های همگانی چون این چیزی را قید نکرده که شما برای کسی مجاوز نتیم قانون رسانه های همگانی میگه که شما برای مردم مجاوز صادر کنین که اونا فعالیت بکنن اما اون ها و توانایی ولی اون ویژگی ها و توانایی ها هم دو با درستی و دقیق روشن نیست که چه اشخاص و چه افراد نشته کرده که آدم های مسلکی تحصیل کرده و با تجربه میتونن که بین مجوز بگیرن و به همین خاطر است که یک تعداد از دوستا که من به اساس قانون رسانه های همگانی مجوز میگیرن مجوز میخوان و چون بازار آزاد است و دموکراسی دوام میکنن و بازار آزاد و این مسائل باید برای اونها مجوز صادر شود زمانی که مجوز برای صادر میشه برای او که فیلم میسازن باید او فکر و کله کار داره و داستان و کار داره فلم نامه کار داره یک فلم فلم نامه است یعنی میپذیرین که چنین کارهایی میتونه صدمه بزنه به روند فلم چرا نمیتونه این کارهایی که ناشیانه دوستا صورت میگیره اس فیلم فلم ما خود ما با بارها و بارها با دوستا صحبت کردیم که شما لاقل اون فیلم نامه رو که میخواین از پیش فیلم بسازین یک بار با, با کسایی که دمی را یک کمی زحمت کشیده تکلیف کشیده و ارزی میکاره داره و توانمندی همی داره شما از نظر روزو و اگر ندارین توانشه شما لاقل به نوشته های امو داستان سرایا و داستان پرداز های شخصیت های افغانستان که خیلی از مردم های گران و ارجمند هستند و داستان دارن، مجموعه های داستانی دارند به یا شما پناه از اونها انتخاب بکنید فیلم بسازید تشکر سپاسگزار هستم از حضورتان ولی تلاش هنرپیشه و تهیه کننده فیلم تشکر از شما